یک هفته پیش از گرفتاری به کرونا ویروس، کامالا هریس در مراسم عید پاک مسیحیان در کاخ سفید اشتراک کرد. مراسم در بیرون با حضور 30,000 نفر از جمله کودکان گذشت. کاخ سفید میگوید از آن روز هریس با پرزیدنت جو بایدن و همسر او تماسی نزدیک نداشت. یک شکل منتظم تشخیص است. از نایب پرزیدنت نیز تشخیص گرفته شد. همه ما هر کسی که همراه پرزیدنت است و با او سفر میکند از تشخیص میگذرد. نتیجه تشخیص کمال هریس در روز اعلان شد که کاخ سفید گفت برای مبارزه با بیماری کووید 19 تولید داروی پکسلووید شرکت فایزر بیشتر کرده شود. ما می خواهیم که درد و شدت بیماری کم کرده شود. ما می خواهیم که مرگ و میر کم شود. در آغاز همین هفته دادگاه فدرالی لویزیانا خلاصه داد که قرار 42 یا یک محدودیت عهد کرونا ویروس در امریکا بیکار کردن نشود. بایدن می خواست این محدودیت را بردارد. قرار 42 از دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ است که در اوج خروج کرونا ویروس قبول شد و هدفش بازگرداندن مهاجران از مرز به مکزیک و کشورهای خودشان است. این اقدام را ایالت‌های جمهوری خواه به مثل میسوری و تکساس استقبال کردند. آنها پایفشاری داشتند که ماموریت بایدن پناهجویان را از مرز مکزیک به کشور راه ندهد. این یک پیروزی بزرگی است برای تامین امنیت در مرز و ولایت قانون. بعضی از جمهوری خواهان از قرار 42 همچون یک قرطه مهم سیاسی استفاده کردند. تاکید می شود که اگر ماموریت باور دارد که کووید 19 دیگر برای مرز مشکل نیست، کنگرس نباید طرح 5 میلیارد دلاری را که برای مبارزه با پاندمی و واکسین زنی در جهان درخواست شده است تصدیق کند.